بینندگان گرامی، اخیراً دولت اولتراراست اسرائیل تهدیدات و تبلیغات وسیعی را با ابعاد گسترده برای حمله به ایران و نیتهای جنگ طلبانش آغاز کرده، به بهانه دائمی برنامه ماجراجویانه اتمی جمهوری اسلامی که به زعم نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این بار جمهوری اسلامی به تهیه بمب هسته‌ای کاملا نزدیک شده. در رابطه با اینکه این تهدیدات که ابعاد خطرناکی پیدا کرده واقعی و جدی هستند و یا اینکه قرش و رعد و برقی بدون بارش می باشند، گفتگویی را با دوست و رفیق عزیزم تقی روزبه که اخیراً مطلبی در این رابطه هم تهیه کردن و منتشر کردن آغاز میکنیم. سلام به شما تقی عزیز و خوش آمدید. من هم خدمت شما و بینندگان سلام میگم. بله، خب موضوع بسیار جدی هست در این حال و شما هم محورهایی رو در نوشتتون اخیراً مطرح کردید. چه چیز تازه‌ای باعث این تهدیدات شده؟ چه عوامل تازه‌ای موجب شده که اسرائیل به این شکل همکنون به این موضوع بپردازه؟ اگرچه همواره اسرائیل این بهانه رو داشته. بله، هر چند مدت خب اسرائیل سعی میکنه یه تهاجم سیاسی بکنه و هم به این دلیل که اون فعالیت‌های سیاسی رو که فشار میاره به جمهوری اسلامی، تحریم، فشارهای اقتصادی، غیر و اینها، اونها در واقع سست نشن، ادامه پیدا کنه و بیشتر بشن، هم به لحاظ اینکه نهایتاً به هر حال از نظر او مسئله جنگ حل کننده بحران هسته‌ای هستش و اون چیزی که میگه بزرگترین خطر امنیتی اسرائیل و موجودیتش تهدید میکنه و ایران زیر بار بقیه اهرم ها یا سازمان ملل یا غیر و اینا نمیره مقرراتش، طبعا به وسیله جنگ باید حل بشه. همونطور که مثلا در مورد سوریه قبلا حمله کرده، در مورد عراق به تاسیساتش حمله کرده، فکر میکنه که تنها راه حل اینه و اینو به درجات مختلف در شرایط گوناگون اعمال کرده، یعنی از در سیاسی فعال کرده، منتها خب شرایط جهانی مساعد نبوده. الان فکر میکنه که یک فرصت طلایی هست اسرائیل برای این باوره. کدامند این فرصت طلایی؟ این مؤلفه هایی داره از نظر او که این فرصت طلایی گذراست و اگر استفاده نشه دیگه نمیشه احیایش کرد. این فرصت طلایی طبعا یک مسئلهش اینه که خود این جنگ مثلا سوریه، جنگ مثلا بحران منطقه هست و مسئله اسرائیل و فلسطین اینها تحت شعاع قرار گرفته و مسئله انزوای ایران تقابل کشورهای عربی منطقه، مخصوصا کشورهای مثلا امارات و عربستان اینها با ایران اوج پیدا کرده و ایران منزوی شده، این یک طرفه. یک طرفش هم که به هر حال در فضای عمومی که دنیای غرب داره قدرت‌های بزرگ دارن و برای منطقه بخوان به هر حال کشورهای مثل لیبی، سوریه، اینایی که نوعی از حکومت‌هایی بودن که با مزاق به اصطلاح نظام منطقه‌ای اینها زیاد خوانا نبود و تعویض پیدا می‌کردن، مخصوصا پس از پایان جنگ سرد دیگه اینها زائده بودند. خب ایران هم یکی از اونها بود و مهمترینش بود. طبیعتاً یک نوع مثلا زایمان یا تغییر یا به هر حال چهره جدیدی که بر منطقه میخواد حاکم بشه از نظر دنیای غرب و قدرت‌های بزرگ، کشورهای مثل ایران، مثل لیبی، مثل اینا، اونا که خب تا حدودی لیبی مسئله حل شده، مسئله سوریه الان داخلش جنگه و معلوم نیست که اصلا دوران پسا اسد در واقع شروع شده، معلوم نیست به کجاها بکشه، مخصوصا که مثلا شیمیایی هم داره و خطرناک هم هست. اینها کلن اینها باعث شده که غرب خاورمیانه فعال بشه از نظر جنگی، بحران و فلان، اینا کشورهای دیگه هم هست مثل بحرین و یمن و اینا. خب ایران هم بخشی از این مسئله هستش، یعنی اون چیزی که به نام بهار عرب در واقع عنوان میشه. اسرائیل چون این سمتگیری رو، این وضعیت باد و دیده، میخواد اساسا محور به اصطلاح ایران، سوریه، حزب الله
و فلسطینی های مثل مثلا فرض کن رادیکال هاشون ایناشون، اینها رو در واقع یک نوع تسویه حساب بکنیم و دشمنان جزر تاریخی فرصتی به دست آوردی که از بین بره. به اینا اضافه کنیم انتخابات آمریکا رو، یه مقاطع بحرانی هستش که یعنی فطرت هست که رئیس جمهورها در واقع مجبورن این مقدار باج بدن به اسرائیل و بعضی از این لابی های قوی که اونجا وجود دارن و همیشه رقابت هست بین دو تا حزب کدوم بیشتر به اسرائیل نزدیکن، خدمت میکنن اینها. این فرصت هم هست که میتونه چیکار کنه، فشار رو استفاده کنه. به اضافه این که اسرائیل پشتبندش اینه که مدعی است آخرین اطلاعاتی که داره و البته منابع اصلیش هم منابع خود اسرائیل هستند، بر این نظری که ایران داره هسته‌ای رو سوار میکنه بر کلاهکار و بر موشکاش و لحظات به اصطلاح بازشماری معکوس شروع شده و اگر اقدام نکنه و مخصوصا چیزاش هم داره میبره زیر زمین و از تیررس اسرائیل خارج میکنه با توجه به تجربیات فلان اینا که هست، این زمان بندی اگر ازش استفاده نشه ممکن نشه به این سادگی در ایران دید. به اضافه اینکه اسرائیل در این حال معتقده که فشارهای بین‌المللی روی ایران معلوم نیست اینطوری بمونه. این هم بهش اضافه بکنم که شکست دیپلماسی اسرائیل، معتقده که اصلا دیپلماسی شکست خورده، بومبست رسیده، تبلش رو بعد زد، اینها مجموعاً عواملی هستن که اسرائیل فکر میکنه که در یک مقطعی که بعضی از افراد درون اسرائیل مثلا فرض کن رئیس موساد اسبق اعلام کرده 6 هفته طلایی، یه فرصتی هستش بین انتخابات یا تا انتخابات آمریکا که پاییز هست و اینا سپتامبر و وضعیت کنونی فصل و عوامل دیگه و اینها با اون عوامل اساسی که گفتم اینا مثلا فرعیات هست، یه فرصتی هستش که بتونه تصفیه حساب کنه و این محور دشمنان خودش رو در واقع متلاشی کنه و خونسا بکنه. خب البته این بهانه ها رو خود دولت جمهوری اسلامی هم تشدید میکنه، مثلا خب صحبت هایی که در روز قدس انجام گرفت خود تمام اینها دامن میزنه، ولی آمریکا که موافقتی با این مسئله در حال حاضر نشان نمیده و دولت های اروپایی هم به این جنگ ناخواسته در شرایط کنونی این رو روی خوشی همچنین نشان ندادن، در این حال خود دولت آمریکا هم تلویحاً رد کرد اینکه جمهوری اسلامی الان برنامه هسته‌ایش به لحاظ نظامی به یک نقطه حساسی رسیده. این یک دولت اسرائیل به تنهایی چطور قادر خواهد بود همچین مسئله‌ای رو پیش ببره؟ بله، این سوال درست کاملا به جایی هست. اسرائیل در این فاز جدید یا این به فیل هوا کردن جدید که الان اتفاق افتاده استناد کرد به یک گزارش درونی آمریکا که آژانس ملی آمریکا داره و خود اهود باراک اومد اصلا اینو در مصاحبه هاش گفت و افشا کرد و علنی کرد اینا که این گزارش مال به اصطلاح آژانس های آمریکا هستن، سرویس های امنیتی آمریکا که اینو اعلام کردن و ارزیابی اونها مشابه ارزیابی اسرائیله و شدیداً به اصطلاح اینو به عنوان به اصطلاح چیزی که خیلی مهمه برگ برنده در واقع زدن زمین از نظر خودشون. کسی هم خبر نداره که این حسین اول تکذیب هم نشده، ولی در این حال اینها هم ادعا میکنن که اصلا همچین سندی وجود داره و اخیراً داده شده به اوباما هم داده شده و این تمام اون تحلیل ها ارزیابی های قبلی رو هم سعی میکنه اسرائیل بر مبنای این سند تو آمریکا یک فضا ایجاد کنه، یعنی اون جناح جنگ طلب حاکم در اسرائیل تا اونجایی که به اون مربوط است دنبال جنگ هست به دلیل همین گفتم اهداف منطقه‌ای و استراتژیکی و شرایط جهانی الان ایجاد میکنه که فکر میکنه فرصت خوبی است، ولی خب دو تا عامل مخالف و مهمی براش وجود داره، یکی همه آمریکا هست ارزیابی های مثلا موجودش رسمیش، یکی هم افکار عمومی و شکافی که در مورد خود اسرائیل ایجاد شده، یعنی دو عنصر اینجا مهم باز مشروط میکنن مسئله اراده جنگ طلبانه این تیم در واقع همینجا خوبه و... که روی این موضوع مسئله داخلی خود اسرائیل، چون خود شما هم آگاهید که توی این دوره اخیر بسیار حرکت‌های صلح‌طلبانه ای بخصوص از جانب جوانان و نیروهای دموکرات در درون خود اسرائیل اتفاق افتاده، آیا این بدلی به همین حرکت هایی که در درون خود اسرائیل هم اتفاق میفته نیست از جانب این دولت راست؟
ببینید این مسئله مسلماً هست، منتهای مراتب خود این جنگ، سیاست‌های اینهایی که میخوان پیش ببرند بزرگترین عامل اعتراض عمومی است. البته در اسرائیل هم تو که میدونیم حرکت‌های اقتصادی، حرکت‌های دیگه اجتماعی خیلی قوی وجود داشته، به خاطر اینکه سیاست‌هایی که از ریاضت اقتصادی پیش می‌برن و یک کشوری است که بودجه‌های نظامش خیلی سنگین هست اسرائیل، و وضعیت یعنی جوری است که اعتراضات عمومی خیلی وجود داشت و زمینه داشت، و الان همین جناح راست در واقع اون سیاست‌ها رو با شدت تمام پیش می‌بره. پس یک نارضایت عمومی اونجا وجود داره در جنبش کارگران، زحمتکشان و اکثریت بزرگ، و اونها فکر میکنن جنگ وضعیت رو بدتر میکنه، و حتی آمارسنجی های نمونه مثل 70% میگه مخالف اینا هستن. یک روشنفکر ها مخصوصا اینا خیلی مهمه، روزنامه نگاران و بسیاری به اصطلاح از دانشگاهیان، دانشجویان، همه اینها یک کمپ مقاومت مهمی رو در اسرائیل ایجاد کردن علیه جنگ، و چون فکر میکنن بزرگترین تصمیمی است که دولت اسرائیل داره میگیره در مورد سرنوشت مردم اسرائیل، بدون این اونا رو مداخله بده، بدون این که اصلا فکر کنه عواقب اونهاست، میخواد به اونا تحمیل بکنه، و در نتیجه یک اعتراض رو میسته. تازه علاوه بر این فقط این نیست، در خود دستگاه و طبقه حاکمه هم چه نظامی ها، مثلا فرمانده کل ارتش، ستاد کل ارتش مخالفه همین الان موجودش، بازنشسته هم که همشون هم تو جریان ها هستن فعالا مخالفن، همینطور امنیتی، همینطور دولت، اکثریت کابینه مخالفه. منطقه مثلا نتانیاهو میخواد یک کابینه اخص ایجاد کنه یا این ورومر بکنه، مثلا رأی بالا ببره و حتی رأی گیری ها رو مثلا نیاره تو اونجا و حالت مثلا اختیارات فوق‌العاده بگیره، ولی یکی از شعارهای معترضین همینه که به دادستان مثلا نامه نوشتن دانشگاهیان، دانشجویان و استادان که حق نداره که خود مثلا اختیارات فوق‌العاده بگیره و بدون تصمیم کابینه تصمیم بگیره، یعنی بدون مداخله اونها. بنابراین اونجا یک دعوای مهمی ماشینشون مسئله است، شکاف برداشته و افکار منتها یک نکته هست، نکته اینه که نتانیاهو و این جناح درونی حاکمیت که مخالفه عمدتا با خود جنگ و برتری اسرائیل مخالف نیستن، طرفدار همین مسئله هستن، منتهای مراتب فکر میکنم بدون اتحاد با آمریکا نه موفق میشه، ایران دوباره سر بلند میکنه و فضای بعد از اینکه از بین نره، نتونن این تحصیلات از بین برن، ایران خب مصممتر میشه برای ایجاد تحصیلات سلاح، برای اینکه موجودش در خطره و طبیعتا از نهادهای جهانی، از آژانس، از تمام چیزهایی که الان نظارت میشه میاد بیرون، یعنی خیلی حد زده میشه، حد قوی، و میره به کره شمالی میشه مثلا میسازه، چون توانش هم داره ممکنه بسازه، ارزیابی آینه، پس به زدش تبدیل میشه. از یه طرف دیگه اگه آمریکا شرکت نکنه پس بنابراین معلوم نیست اسرائیل چقدر بتونه اینا رو از بین ببره، و بعد خود فقط تأسیسات نیستن، واکنش زنجیره‌ای داره، بعد هوایی، زمینی، زیرساز‌ها، خیلی چیز از بین بره. البته ابعاد اون فاجعه‌ای خواهد بود با ابعاد بسیار وسیع مسئله جنگ، یعنی درگیری یک جنگی توی منطقه ایران خاورمیانه را در واقع به آتش و خون خواهد کشید، یعنی همچین چیزی مثل عراق و سوریه نمیشه، دو تا که بمباران کردش یعنی اینه که با این چیزی، با این ابعاد وسیع به هر حال نمیتونه بدون موافقت دولت آمریکا انجام بگیره، و الان دولت آمریکا هم با توجه به عکس العمل ضمنی که به قول شما نشان داده به این موضوع، بیشتر مسئله رو به سمت مسئله انتخابات داخلی آمریکا میکشانه. آیا شما فکر نمی‌کنید که این یک اهرمیه در دست جمهوری‌خواها برای اینکه اوباما رو زیر فشار بذارن و به این سمت میره؟ اگرچه با همچین موضوع خطرناکی نمیشه همچین با شک و گمان برخورد کرد. آره، ببین قبل از اینکه به این سوال مشخص بپردازیم، این مسئله رو بعد در ادامه بحث به نتیجه برسونیم که ارتباط داره با این مسئله، و اون اینه که جناح حاکم جنگ طلب، پس بنابراین با توجه به این معضلاتی که داره و مشکلاتی که داره اینها، چه در مورد حمله دامنش، فکر میکنه که فشار بیاره با آمریکا، با توجه به اینکه تو آمریکا جناح جمهوری خواهان مثلا رامنی رفت اونجا و اینا چراغ سبز داد،
و خیلی ها به هر حال بهش چراغ سبز میدن. منتها دولت آمریکا اوباما اینا نه. اوباما اینا میگن هنوز فرصت هست و اینا. منتها در این حال اونا هم مجبور رقابت کنن برای انتخابات که از یا نفوذی که به هر حال اسرائیل اونجا داره بگن که امنیت اسرائیل بزرگترین دغدغه ماست و ما هر لحظه ایران اگر فلان کنه هنوز کلمه هنوز رو میگن. یعنی یک زمانبندی گذاشتن اونجا که هر لحظه شرایط اگه آماده شد بپیوندن بهمون. یعنی دوگانه بازی میکنن. خب در یه چنین شرایطی این نتانیاهو فکر میکنه اگر بتونه حمایت آمریکا رو جلب کنه، یعنی چراغ سبزش رو، چون یه واقعیتیه آمریکا نمیتونه بی‌طرف باشه. مثلا رابطه اسرائیل آمریکا و منافع منطقه، اهمیت این جنگ، آمریکا که خودش ارباب جهان میدونه، اصلا تصوری که فکر کنیم مثلا اسرائیل به تنها حمله میکنه، اسرائیل هم نمیدونه، همه میدونن آمریکا ولی اینکه مخالف هم باشه حتی اونجا بی طرف بمانه نیست. حتی بخشی از این پروژه نتانیاهو این هستش که اونجا تجهیزات آمریکا، ناوگان های آمریکا وجود داره، همین مانور اخیر، مانور اخیر. و ایران اگر بخواد واکنش اونطوری بلند نشون بده، بزرگ نشون بده، با آمریکا درگیر خواهد شد. در نتیجه پای آمریکا میاد تو کار و ایران نمیتونه، نخواهد کرد اون واکنش. در نتیجه میتونه مثلا یه بخشی از هدفهاشو مثلا تحقق بده. یه چنین تصوراتی وجود داره در حاکمیت اسرائیل. خب اگر این مسئله رو در نظر بگیریم که نتانیاهو تاکتیکشون چیه، اگر بتونن نظر آمریکا رو جلب کنن، بخش مهمی از شکاف‌های درونی خودشون، اون مقداری که به دستگاه مربوطه، شکاف بالایی ها قابل ترمیمه، چون اونا دقیقاً علت اصلیش اینه که بدون آمریکا نمیشه. متحد استراتژیک آمریکا نه فقط به دلیل توان کار عمل باید موفق بشه، بلکه به لحاظ که از این متحد استراتژیکو نمیشه ناراضی کرد، چون اینا پیوندشون بند ناف و روابطشون چنانی هست در طول تاریخ که مثل که دو روح در یک نمیشه، یعنی این قابل تصور نیست. طبعا چیه؟ اینها فکر میکنن مثلا با این طریق میتونن راه هموار کنن جناح. بله، این موضوع تا چه حد ارتباط با مسئله نشست سران دول غیر متحد در ایران داره که به زودی انجام خواهد گرفت و جمهوری اسلامی هم تمهیدات بسیار وسیعی رو براش در نظر گرفته با تعطیل عمومی و یه چیزای غیر عادی، تا چه حد با هم میتونه ارتباط داشته باشه این موضوع؟ خب ارتباط مستقیم که نداره، به دلیل اینکه این به هر حال یک جریانی است که هر چند سال سه سال برگزار میشه، نوبت ایران بود و اینها خیلی تلاش میکردن که این در ایران برگزار نشه. دولت‌های غربی، دولت‌های به اصطلاح بزرگ مثل آمریکا و اینها و اسرائیل، ولی خب معلوم بود دیگه این جریان از قبل طی می‌شد و پیش می‌رفت و اینها، این مشکل بود و سعی کردن که بسیاری از این زمامداران شرکت نکنن و منزوی بشه ایران. این خیلی تلاش‌های اینطوری هم کردن، مثلا برخورد متناقض رئیس سازمان ملل، بله، که می‌خواست بیاد نیاد، اول می‌خواست بیاد بعد فشار آوردن، مثلا سخنگوی دولت آمریکا اصلا رسما گفت شما برای چی دارید میرید، جای شما اونجا نیست، اسرائیل هم اینطوری گفت پیش و خیلی شدید بهش حمله کردن. ولی خب اون قبلا قرارمدار بود، چون به هر حال ملل متحد 130 تا کشور در سازمان ملل مهمن، اون نقش که اون داره نمیتونه اینو بایکوت کنه مثل دولت ها، مثل آمریکا اینا، در نتیجه اون نمیتونست، از هر کسی بود این کارو نمیتونست بکنه، با این خیلی دلبستگی داره منافعش، رابطش با آمریکا اینا. ولی میگم ابعاد قضیه اینطوری است. بعد به این نتیجه رسیدن که بعد ایران که مثلا هم رئیس جمهور هم در واقع خامنه‌ای حمله کردن در روز قدس به اسرائیل و فلان و فرصت دست آوردن کنسل کردن ظاهرا، ولی بعد دوباره بر مبنای اینکه حالا اوضاع خطرناک است بریم مذاکره بکنیم با سران ایران، از این فرصت استفاده کنیم، قبلا یه بار می‌خواستن این کارو بکنن نشد، از این فرصت استفاده کنن که مثلا بتونن ایران رو وادار کنن که مثلا یه مقدار معقول‌تر برخورد کنه اینها. خب این از این طرفه، ولی از طرف جمهوری اسلامی خب طبعا از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه ثابت کنه منزوی نیست، برای اینکه به قول خودش قراردادهای میلیاردی با اینا ببنده. حالا خودش میگه 60 میلیارد میخوام قرارداد بدم تو کاغذ، همچین مثلا رقمهای با کشورهای مختلف و اینا که به دنیا، این بیشتر فیل هوا کردن و بادخونک هوا کردن اینهاست. ولی خب به هر حال در جنگ هم مسئله تبلیغات، مسئله انزوا، مسئله این که مثلا عربستان بیاد یا نیاد، که میان اینا قرار بیان، خب در حد خودش اهمیت داره، در حد خودش فقط، نباید خیلی مبالغه کرد که مثلا اینطوریه. ولی خب
خیلی وقت این کشورهای غیر متحد اکثرا در آژانس مخالف حتی اون سیاست ها بودن، حتی نقشی ندارن، اهرمی ندارن در سطح جهانی، خیلی داشتن وابسته هستن به همون دولت های آمریکا و قدرت های غربی یا به اون ور روسیه و چین اینا نزدیک اینا. به هر حال این همچه حالتی وجود داره که یه بهره برداری های غیر مستقیم از این مسئله میشه، منتها خب طبعا برای ایران به چه قیمتی تمام میشه؟ ایرانی که دچار بحران اقتصادی هست، همه چیزش به هم ریخته، ارزش مشکلاتش، از اون میخواد چگونه مثلا از این تحریم ها فرار بکنه، تمام ذکر و فکر اینا اقتصاد مقاومتی یا اعلام کردن که جنگ اقتصادی است و مثل اون جنگ عراق 8 ساله هم جنگ اینه، یعنی تمام به اصطلاح نیروهاشون رو برای اینکه با این جنگ چگونه برخورد کنن بسیج کردن. خب در این شرایط تعطیلی و اینجا بعد بسیار از فشارها و مسائل دیگه و هزینه های کلان وحشتناکی که آمارهاش هم بخشا منتشر شده، خیلی به اصطلاح برای جمهوری اسلامی همچین تاوان داره، اینطوری نیست. ولی این هم در شرایطیه که این همه هزینه های گزاف در این رابطه مصرف میشه، ولی زلزله زدگان بیپناه در شمال ایران بدون کمک رسانی جدی تنها گذاشته شده. نه فقط اونطوری، حتی کمک رسانی ها هم نمیذاره، نه اونایی که از خارج میدن و نه اونایی که داخل میخوان مستقل کار بکنن، که اساسا اونا کمک رسوندن، همون ها هم میخواد کمکی رسوندن، حالا نباید استفاده میکنه از ذره رژیم سو استفاده، چون گویا مثلا کسی که یه خدمتی کرد میتونه سو استفاده بکنه، فشارها رو مضاعف کرده، فلان کرده، این حالت فوق‌العاده در ایران گذاشته اصلا برای همین برگزاری این، یعنی برای یه جمهوری اسلامی برگزاری این مسئله مرگ و زندگی از ذره انرژی و تدابیر و فشارهایی که وارد میکنه، خب طبیعتاً بهره های روزمره میبره، چون سیاست ها رو اینا تعیین نمی کنن که سیاست های بزرگ تأثیراتشو میذاره. این ارتباط به هر حال از نظر این که سوالی که کردید ارتباط خیلی مستقیمی نداره، ولی هر کدوم سعی میکنن هم اونور هم اینور بهره برداری های خودشونو بکنن. به هر حال صحبت از جمهوری اسلامی پیش آمد و به علت عدید مشکلات و بحرانی که در جمهوری اسلامی وجود داره و مصیبتی که به لحاظ معیشتی و زندگی مردم دچارش هستن، در این گفتگوی کوتاه ما این موضوع نمی گنجه. ولی با مطرح شدن مسئله جنگ در اینجا، وظیفه نیروی مترقی مستقل خب روشنه که باید با هر دو وجه جمهوری اسلامی و خطر جنگ، چه از جانب اسرائیل باشه چه از جانب آمریکا باشه و غیره، مقابله بکنه. در این رابطه شما چه صحبتی دارید؟ ببینید مسئله جنگ خب معلومه، وقتی از جنگ صحبت میکنیم نمیشه گفتش که اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته، چون جوامع بشری، قدرت ها، منطقه، سیاست ها، منافع، همه تداخل دارن تو در تو و یک رویکرد وجود نداره، تنازع و برخورد رویکردها وجود داره. منتجی نهایی اینها که تعیین میکنه که به هر حال کدوم جریان قوی میشه و کدوم سیاستی پیش میبره. جنگ همواره اگر به دست جناح افراطی باشه، جناح بازها باشه، جنگ طلبان باشه، چه در آمریکا، چه در اونجا، چه در ایران، همه جا، خب کارشون جنگه، باید با جنگ زندگی میکنن و سعی میکنن از طریق برقراری جنگ منافعشون رو تضمین بکنن و پیش ببرن. نیروهای ضد جنگ هم بیکار نیستن، هیچ وقت حرکت میکنن، اعتراض میکنن، جناح‌های مختلف، رویکردهای مختلف، جنبش‌های اعتراضی، صلح وجود دارن. در اسرائیل مخصوصا این مسئله خیلی الان مهمه، چون اونجا به هر حال مثل فضای ما نیست، سرکوب فلان، یه شرایط خاص خودشو داره اسرائیل. اونجا ما شاهد این هستیم که مثلا فرض کنید کمپینگ 300 نفر یعنی چه شروع شده، چون این دولت نتانیاهو اینا پیش بینی کردن 300 نفر کشته میشن در موشک های ایران و حزب الله و اینا، میارزه ایران چون بزرگترین خطر امنیتی است، هر چیز دیگه در برابرش میارزه و همین سادگی از جان انسان ها میگذرن. حالا فرض کنید 500 نفر هم درست باشه، این کمپینگ همینو میخواد طنز دستمایه قرار داده که یک نفر 500 نفر نمیدونی اصلا این مسئله جنگ و این به اصطلاح خباثت جنگ یا ماهیت کشتار جنگ و اینها رو میگه
و افشا میکنه. و البته اونجا مسئله فقط توسط اسرائیل مطرحه، ایرانی هایی که در اینجا کشته خواهند شد در این حملات یا تأسیس ها یا این بمباران های وسیع، این اصلا شمارش نمیاد، وجود نداره، ما نمیبینیم. برای اونا این مسئله مطرحه، یعنی انسان بشر مطرح نیست. خب این روشنه که چه هست. این یک مسئله است، یعنی ما شاهد این هستیم که کشاکش ها، پس من هیچ چیزی مقدری به اون معنا وجود نداره در این حال. خب اراده ها هستن ها، این اراده معطوف به جنگ، این اراده ضد جنگ، اینا کشاکش میکنن در جنبش های اجتماعی. در نتیجه جنبش ضد جنگ هیچ وقت وظیفش معطل شدن نیست، تعطیل نمیتونه بکنه، همواره در حال حرکت و تکاپوس. به اندازه مثلا تو اسرائیل، چرا اونها نمیتونن؟ مثلا میگن دروغه، اینا اگه میخواستن حمله کنن، مثلا ضرب المثل فارسی داریم که مثلا سگی که میخواد حمله کنه زیاد حمله نکنه واق واق میکنه، یه ضرب المثل یا رفتی به اینجا نداره. میگن خب این همه جنگ سر صدا میشه، مثلا قصد حمله که وجود داشت بود که بی سر صدا حمله میکردن. حتی وزیر مثلا وزارت خارجه ایران اینطوری گفته، وزیر امور خارجه ها یا دیگران تو دنیا میگن، در حالی که اینطوری نیستش. وقتی که یک حرکت بزرگ مثل جنگ به ایران اتفاق میفته تو منطقه و پیامدهای منطقی و جهانی داره، فقط اسرائیل نیست که دیگه قضیه تمام شده، تمام شدنش با اون نیست. این ادامه داره در چنین شرایطی که جنگ ابعاد به اصطلاح غیر قابل کنترل داره، ما نمیتونیم مثلا این صحبت رو بکنیم که خب کسی اراده میکنه، اراده های مقابلش عمل میکنه، خیلی جاها جلوشو میگیره و خیلی جاها نیمبند میکنه، شکاف ایجاد میکنه در دستگاه و ماشین دولتی. همینطور که مثلا تو اسرائیل کمپین های بزرگی الان ایجاد شده، حرکت های بزرگی مثلا هر روز مقابل مثلا باراک اهود باراک اصلا وجود نداشت همچین اعتراضات تو اسرائیل تا حالا، مثلا تو این سالهای گذشته ها مثلا تجمع پیدا میکنن، اعتراض میکنن علیه جنگ تو اسرائیل. در ایران فعال نیست، فضای ایران اختناق فلان سرکوب، و بعد خود جمهوری اسلامی که موجود متناقضی، از یک طرف جست های ضد اسلام پیاز ضد اسرائیل دروغین گرفته، از این طرف در واقع بدترین سیاست هایی که از اونام داغتره پیش برده، مجموعه به هر حال آشفتگی وجود داره. مخصوصا عنصر سرکوب بسیار مهمه، نمیذاره جمهوری اسلامی فعالین صحنه باشن. ولی در این حال زمینه های عینیش در اونجا چه در جهان و در اسرائیل به طور مشخص وجود داره، و ما میدونیم که این جنبش صلح مهمترین پادزهر جنگه، همیشه هم بوده. اگر هم حتی فرض کنیم جنگ هم موفق نشه، باید بدونیم که بسیار از موانع رو برای یه جنگی که خیلی زودتر یا خیلی وسیع‌تر بوده ایجاد کرده یا بعدها ایجاد میکنه، هیچ وقت بسیار بی تأثیر نبوده و بی تأثیر نیست. و خود این مسئله بسیار مهمه که ما بسیار جنبش های ضد جنگ، منتها ضد جنگی که در این حال هم نه به جمهوری اسلامی میگه، هم به مداخله خارجی نمیگه و اینها رو، و هم نه به سردمداران اولتراراست اسرائیل، نه به هر مسلم به طریق اولا نه به اونها میگه و به همه اینها نه که میگه. خب طبیعتا میتونه چکار کنه؟ نیروهای بسیج و مستقلی رو منتها از این کمپ ها بسیج کنه، چون اونها آمریکا هم در این حال که واقعیت داره که الان مخالفه در این لحظات به لحاظ جنگ، ولی در واقع تدارک جنگ میبینه، زمینه های جنگ رو میبینه، همین الان مانور مشترک بزرگترین مانور رو داره انجام میدن، ناو هواپیما اتمی جدیدش رو فرستاده، گفته ایران بزرگترین مثلا نگرانی امنیت اسرائیله و ما برای اون داریم میریم. یعنی در حالی که اسرائیل تهدید میکنه ایران هر روز، جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بهترین دستاویزها رو میده. ولی اینا بعد ما اشاره بکنیم که اینها مکمل همن، این دولت های راست و ارتجاعی، یعنی کاملا موقعیت هم یه تغییر دارن، به هم نیاز دارن. این واقعیتی است که ما در زندگی میبینیم، موازی هم دیگه تقویت میکنه. اگر اسرائیل روز شماری میکنه، از خدا خدا میخواد که ما قدس و میدونه اینا خواهد اومد بگه خامنه‌ای و اینا بپره فضا رو آماده کنه، و اینا هم همینطور بگه که مثلا اسرائیل حمله میکنه فلان میکنه، نیروهای خودش رو در واقع نیروهای ارتجاعی یا همسوی خودش رو بسیج بکنه و جست های ضد اسرائیل ضد آمریکا مثلا تو منطقه فلان اینا بگیره، از اینجور چیزا. جمهوری اسلامی مثلا پوشاندن مسائل داخلی خودش دقیقاً، چون اینا مثلا سوریه که این همه اینا میگن محور مقاومت هست، در این همه الان دارن میگن مرزهای سوریه و اسرائیل در تمام این مدت 30 سال اهمترین و
مرز اسرائیل و سوریه بوده و اسرائیل خیلی راضی بوده، چون که آهای دیگه هیچ وقت در غزه در جاهای جای دیگه حتی مرسول جولان جز اهمترین مناطق هیچ وقت حادثه اتفاق نمیفتاده. یعنی این هم محور مقاومت که میگه این بوده، واقعیت اینه. خب این در مجموع به نظر من فضایی رو به اصطلاح میسازه که الان اولا اینکه ما باید اینو جدی بگیریم که تهدید به جنگ خودش در واقع خطره، به خاطر اینکه با حرکت ناوگان ها، با اسلحه، با مانور، مثلا الان در اسرائیل 4 میلیون ماسک توزیع کردن که مثلا حمله ایران بشه یا سوریه مثلا شیمیا فلان، فضای جنگی دارن ایجاد میکنن و همینطور پناهگاه ها رو دارن هی فعال میکنن، فلان میکنن، آماده سازی میکنن اینها که اتفاق بیفته. مثلا میزه گرد های دائمی دارن در رادیو تلویزیون میذارن برای اینکه افکار عمومی رو آماده کنن در واقع برای جنگ، چون جناح حاکم همینطوریه دیگه، سعی میکنه افکار بسازه، نمیاد که رأی گیری بکنه، بحث آزاد بکنه، اینها نظر خودش رو تحمیل بکنه یا مثلا پیش ببره. خب این فضاها الان داریم میبینیم اتفاق میفته اونجا. ایران هم در واقع جمهوری اسلامی هم برنامه‌های خودشو داره، هسته‌ای خودشو داره و عوارض به اصطلاح مسئله نه فقط به خاطر که این سیاست هسته‌ای ارتجاعی برای هر کس از جمله بر جمهوری اسلامی، از جمله بر اونایی که میخوان به دست نیاوردن و میخوان به دست بیارن منعش، این مسئله مهمی هست. از این طرف دیگه پیامدهای این جنگ هسته‌ای میلیتاریزه شدن ایران، سپاه، پاسداران، همه عرصه‌های سیاسی اقتصادی رو که میگیره به مدد همین سیاست‌ها میگیره، حالت به صدا نظامیگری و نظامی شدن جامعه نیاز به او رو باز تولید میکنه برای حکومت، برای خودش و خودش هم میدونیم که در تمام عرصه‌ها دست اندازی میکنه، تو قاچاق، توی نمیدونم دیگه هیچ حریمی نمونده در اقتصاد و غیره و غیره. خب بنابراین جامعه ما دچار این تباهی ها میشه. از این طرف بیکاری و گرانی و همه اینها مثلا تصاعدی باز بالا میره، همون دارم که الان هست چندین برابر میشه. فضای جنگ، فضای مرعوب، حالت فوق‌العاده شمشیر از رو بستن ایجاد میکنه که همین الان هم رژیم این همه سرکوب میکنه، اون موقع دیگه اصلا اینها وجود نداره، این تعارفات پخش بشه اینها. خب ایران هم اینطوری ماهیتش، جمهوری اسلامی ماهیتی داره که همه میشناسیم، چیز جنگ چه نعمتی است براش. البته به این معنی که حتما خودش هم جان سالم ممکن سناریوهای حتی سیاه‌تر مطرح بشه، مثل سوریه الان بسد نیست ولی بسد اسد میخوام بزنم، ولی جنگ داخلی داره میشه وحشتناک، یعنی سناریو خیلی سیاهی که معلوم نیست چی در پیش داره. جنگ داخلی در ایران نابودی ایران هست که امیدواریم که مردم ایران هست. بله بله، مثلا مردم ایران، مردم ایران هست. آره، مثلا تمام بخش ها و اینا متضرر میشن و جمهوری اسلامی در واقع نفس عمل رو بیشتر میبنده در حالی که شرایط که آرامتر میشه، حتی این فشارهای خارجی کمتر میشه به لحاظی که به مردم فشار وارد میاره نه به جمهوری اسلامی در درجه نخست. آره، به مردم فشار وارد میکنه. خب اینها باعث میشه که مردم تا میان حرکت کنن، رژیم تا میاد بهانه نداشته باشه دوباره بهانه ها به دست میاد، مثل جنگ که در عراق میگفت برکت خداست خمینی و تونس از طریق اون گروه ها اپوزیسیون تصفیه کنه، کشتار بکنه و یک دور در واقع جمهوری اسلامی خودشو تثبیت کرد در دل اون جنگ ها. نمیگم اینجا هم حتما میکنه ها، چون کسی نمیتونه بگه جمهوری ممکنه جمهوری اسلامی میگم بدتر میشه، سناریو بدتر هم به وجود میاد، ولی در این حال تا اون حدی که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه حادثه هست، یعنی ازش استفاده میکنه و معلوم هم نیست که چه بلاهای جدیدتری مردم باید تاوان بدن. این وضعیتی است که ما باش مواجه هستیم. در نتیجه به نظر من همراه با حرکت‌های صلحی که در اسرائیل وجود داره، در جنبش‌های به اصطلاح منطقه ایران همینطوری شعار مطرح بشه وسط هم تشکل‌ها، کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان که بیشتری می‌دونیم که قربانی ها مال جوانان اینا خواهند بود و زنان و کودکان در یه جنگ، اینا قربانیان اصلی هستن، میلیون ها نفر، معلوم نیست که چی بشه چی نشه. بعد از نظر اقتصادی عواقب فاجعه جنگ که چی میشه و اینا، چون تمام بودجه ها همین مقدار که همین الان هست مردم به فلاکت افتادن، چندین برابر بودجه ها کانالیزه میشه اونجا، طبعا اولویت مطلق میشه دیگه و هیچ کس هم نفسش نطقش نباید در بیاد. خب در یه چنین وضعیتی هست
که به نظرم میاد که زمینه های خیلی خوبی وجود داره که بتونه جنبش هم جهانی رو هم، چون به هر حال اگه جنگ حمله بشه آمریکا هم همونطور که گفتم بی‌طرف نخواهد بود، سعی خواهد کرد که اسرائیل رو به هیچ وجه اجازه نمیده که از تیررس جمهوری اسلامی رو بگیره فلان، و سعی خواهد کرد که کنترل کنه منطقه رو و اهداف دیگه‌شون رو پیاده بکنن، اهدافی که دیگه به هر حال الان شرایط آماده نبود و موقع کمرهاشون رو صفر میکنن که منطقه به خاورمیانه مثلا مورد نظرشون رو به وجود بیارن. یک ویرانه، یک ویرانه کامل. بله خب امیدواریم که تمام اینها فقط سناریو و هیاهو باشه و همچین چیزی پیش نیاد، اگرچه به قول خود شما مسئله جنبش صلح و جنبش آزادی خواهی، جنبش علیه دیکتاتورها، اینها حرکاتی هستند که تعطیلی ناپذیرند و ما به امید اون روزی هستیم که مردم ایران خودشون تکلیفشون رو با جمهوری اسلامی روشن بکنن. ممنون از شما به خاطر شرکتتان در این گفتگو تقی روزبه عزیز. خیلی ممنون.